من از کسانی که این برنامه رو میبینن خواهش میکنم که لینک برنامه رو شیر بکنم برای دوستانشون که انشالله افراد بیشتری از این برنامه بهره‌مند بشن. البته برای اولین بار این برنامه داره از تلویزیون دریملند که در استرالیا هست به صورت زنده پخش میشه از اینستاگرام و الان دارن با GLBs هم مکاتبه میکنن دوستان و دارن صحبت میکنن که GLBs هم شاید این برنامه روی اپ تلویزیون دریملند یا اون باکس برنامه دریملند به صورت زنده پخش بشه. داریم امکانات فنی تلویزیون رو هم داریم تست میکنیم با این برنامه. اگه لینک برنامه رو شیر کنن دوستانی که اینجا هستند حضور دارند برای دوستانشون افراد بیشتری ممکنه بتونن بهره‌مند بشن از این برنامه. البته فایل رو بعدش روی آمد نیوز برای یوتیوب میذاریم. بله بفرم. خبر خوبی که ما برای دوستان داریم این اولین بار اتفاق افتاده که به صورت مستقیم از اینستاگرام توی تلویزیون جانی دریملند در حال پخش است. این برنامه هم حالت آزمایشی بود. تو شبکه 173 جلوایز هم دوستان میتونن به صورت مستقیم همین برنامه رو بتونن از تلویزیونشون لذت ببرن و امیدوارم که به زودی ما بتونیم یه برنامه رو درست بکنیم که روی ایر بریم که مردم در ایران در هر جای ایران عزیز که هستن بتونن برنامه رو به زیبایی ببینن. خب رولا دوستان لطف کردن یه سری سوالات رو از من داشتن مدتیه که تو صفحه من که من نمیدونم صفحه من اصلا نه حالت خبرگزاریه، من صفحه شخصی خودم رو دارم، خیلی دارن درخواست داشتن که آقای زم نیستش، چه اتفاقی براش افتاده و خیلی هم محبت آمیز بود که اصرار داشتن که ما از شما درخواست کردیم که تشریف بیارین داخل یه برنامه ای، هم یه دیداری با طرفدارات داشته باشی، همین که بتونی حرف دلتو مستقیم با طرفدارای خوب آمد نیوز داشته باشن. یه چند تا سوال برا من فرستادن دوستان، کسایی که تمایل دارن سوالاتشون خونده بشه میتونن تو صفحه من تو همون قسمتی که من درخواست کرده بودم از دوستان سوالاتشون رو بپرسن اگه وقت بشه، چون ما حدودا بین 45 دقیقه تا یک ساعت بیشتر در خدمتتون نیستیم آقای زم و چون این برنامه به صورت آزمایشی خواستیم ببینیم وضعیت کار به چه صورت است، ان شاءالله در برنامه‌های آینده آقای زم با یک استایل جدید با یک تنوع جدید و یک شفاف سازی محکم که دوستان لذت ببرن ما در خدمتتون خواهیم بود. از اوضاع ایران بگو روحالا جان، فکر میکنی جنگی صورت میگیره؟ اتفاقات اخیر با رو چه پیش بینی شما میکنید؟ ببین پیش بینی نمیشه اسمشو گذاشت، اما بعد با توجه به اطلاعاتی که وجود داره باید یک تحلیل درست از قضیه داشته باشیم که و حالا بررسی که توی نهادهای حالا نزدیک به بیت رهبری یا افرادی که وجود دارن و مخالفانه که با عملکرد فعلی بیت رهبری مخالف هستند، اینها رو یه ارزیابی و تحلیل بکنیم داده هاشونو و تحلیل هاشونو و اون وقت به نتیجه. اصل قضیه اینه که تصویر سفارت عربستان در 12 دی ماه سال 94 باعث شد که تنش فعلی که توی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بین آمریکا استارت بخوره. واقعیتش اینه که اون تصویر اون سفارت که توسط آقای قالیباف انجام شد و تیم حسن کردمیهن که به طور مستقیم از آقای قالیباف حمایت میشد از نظر مالی، باعث شد که کشور توی این شرایطی که الان وجود داریم قرار بگیره. این نکته مهمیه که مردم باید بدونن که استارت این قضیه از کجا خورده. بعد از اینکه سفارت عربستان تسخیر شد، طبیعتاً عربستان به عنوان یک رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی اومد شروع کرد با کشورهای مختلف لابی کردن برای فشار به جمهوری اسلامی که این روش باید عوض بشه. خب موفق هم خیلی هم پول خرج کرد تا اینکه دولت آقای ترامپ اومد. با سفر آقای ترامپ به عربستان هزینه جنگ با ایران رو آقای ترامپ گرفت توی اون قرارداد 400-500 میلیارد دلاری که بستن، هزینه جنگ رو دریافت کرد با ایران از عربستان.
اما عربستان اومد در کنارش هزینه، یعنی تعهد داد به آمریکا. قضایی ها رو که نگاه بکنیم میبینیم تعهد داد به آمریکا که بیاد افزایش قیمت نفت صورت نگیره و تأمین نفت جهانی رو بکنه و همزمان آمریکا بتونه که به نفت ایران فشار بیاره و جلوی صادرات نفت رو بگیره که این بزرگترین ضربه به جمهوری اسلامی. این چیزی که من دارم میگم این تحلیل یک جریانی نزدیک به بیت رهبری که موافق مذاکره با آمریکاست، مخالف مذاکره با آمریکا نیست، موافق. تحلیل اینا اینه که بعد از حادثه جوفیره که اتفاق افتاد و خب رسانه ها اعلام کردن که 4 کشتی آسیب دیده، اما در حقیقت 8 کشتی بوده، 6 تاش آسیب جزئی دیده، 2 تاش آسیب کلی دیده. بعد از اون حادثه خب این یک بزرگترین بهانه بود که جمهوری اسلامی داد و گروه های نیابتیش، تروریستی نیابتیش دادن به امریکا که خب الان داره بررسی های بین المللیش انجام میشه با حضور 4 تا کشور که گزارش نهاییش در بیاد و به احتمال 99% این گزارش به ضرر جمهوری اسلامی و ثابت میکنه که تروریست های نیابتی جمهوری اسلامی اومدن به این کشتی های بین المللی حمله کرد. دومین بهانه ای که جمهوری اسلامی داد دست آمریکا همون حمله پهپادهای حوثی های یمن بود که حمله کردن به تأسیسات نفت عربستان و اونجا رو بالاخره خط لوله شرق به غرب عربستان رو با پهپاد منفجر. این اتفاقات باعث شد که هر دیروز فکر میکنم خبرش رو ما برای اولین بار اعلام کردیم که یک نشستی توی کاخ سفید برگزار شد ساعت‌ها قبل از اینکه صدای آمریکا اعلام بکنه، با نشست 8 نفره، 4 تا نماینده دموکرات، 4 تا نماینده جمهوری خواه که در این نشست تصمیم گیری شد برای جنگ با ایران. البته اطلاعات جدید از اون نشست ندارم هنوز، اما شاید تو یکی دو روز آینده اطلاعاتی که تو اون نشست بوده در بیاد. میگن که محرمانه بوده اون نشست و الان امروز هم که چند ساعت قبل نمایندگان کنگره آمریکا در مقابل خبرنگاران قرار گرفتن اصلا صحبتی نکردن درباره اینکه تو این نشست چه تصمیم گیری شده. در این نشست قرار بودش که اسناد و مدارک ارتباط گروه های تروریستی نیابتی جمهوری اسلامی مثل حوثی های یمن، مثل حزب شعبی، مثل اینها در اختیار نمایندگان قرار بگیره. این 8 نفر برن دو جناح جمهوری خواه و دموکرات آمریکا رو بریفینگ بکنن و مقدمه برای جنگ با جمهوری اسلامی فراهم بشه. یه تلفنی داد آقای ترامپ هفته پیش که خب خبرساز شد این رسانه ها، که تلفنی داد از طریق سفارت سوئیس به مقامات جمهوری اسلامی که خب روحانی مسخره کرد و توی اون نشستی که کارگزاران نظام داشتن با بیت با رهبری 3-4 روز پیش برای افطاری و اینها، اونجا مسخره کرد که این تلفن اینجوریه و خود آقای خامنه ای مسخره کرد و بقیه عراقچی و اینا اومدن ظریف صحبت کرد و اینا. واقعیت اینه که مردم فکر میکنن که با این تلفن تماس گرفته نشده، اما همین الان که دارم صحبت میکنم از 2-3 روز پیش مذاکرات نماینده ویژه ی آقای خامنه‌ای شروع شده، یکی از مقامات عالی رتبه کشوره، حالا اسمش رو نمیبریم، اما مذاکره داره میکنه. درخواست مذاکره با آقای ترامپ رو داده، ترامپ قبول نکرده، گفته با مشاورین من تو میتونی صحبت کنی و مذاکره همین الان در حال انجام منتها. ولی ترامپ میگه اگه من خودم بخوام مذاکره بکنم باید آقای خامنه ای بیاد سر میز، بدون خامنه ای من مذاکره نمی کنم، که هنوزم قبول نکردن. اما بیت رهبری که میگه من جنگ نمی کنم، خامنه ای میگه جنگ نمیشه، به دلیل این میگه جنگ نمیشه چون از پشت دارن اونجا مذاکره میکنن با آمریکا که حمله ای صورت نگیره. البته شروطی داره آمریکا، 12 تا شرط هست به اضافه شروط دیگری، چون مثلا به رسمیت شناختن اسرائیل، مسابقات جهانی که ورزشکاران ایرانی در مقابل اسرائیل قرار بگیرن که دیدیم هفته پیش خبرش در اومد که
توافق بزرگی صورت گرفته با فدراسیون جودو بود فکر میکنم که ورزشکاران ایرانی در مقابل اسرائیل قرار بگیرن. خب این در راستای اون مذاکرات بود. اینکه جمهوری اسلامی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هیچ کاری نداشته باشه، یعنی همینجوری شروع تا آمریکا هی داره بیشتر میشه و در مقابلش چیزی هم نمیده. عرض کردم اینی که دارم میگم این تحلیل تیم نزدیک به بیت رهبریه که خواهان مذاکره با آمریکاست. چیزی که اعلام شده از طرف دفتر آقای خامنه‌ای و شخص خودش، دیدی اخیراً یه سری تحولات توی سپاه داشتیم، تقریباً چیزی حدود 112 نفر بازداشت شدن سرداران سپاه که این 112 نفر به دلیل فساد مالی که داشتن، خبرش رو روز گذشته آمد نیوز زد، به دلیل مفاسدی که داشتن یک تیم زیر نظر حداد عادل و حتی وحید حقانیان هم زیر نظر حداد عادل کار میکنه و این لیست 200 نفر است که اموال دارایی های اینا رو مثل که از یک میزانی مشخص کردن که اگر از اون میزان بالاتر بود با حکم قوه قضاییه اینها مصادره بشه به نفع بیت رهبری. یعنی نظام داره از درون خودش هم داره یه اصلاحاتی رو انجام میده و بعد اینها دادگاه های علنی و اینها که مثلا به جرم فساد و اینها که اعتماد مردم رو جلب بکنن به حدی میزان نارضایتی بالا اومده. اما دستوری که دادن اینه که جمهوری اسلامی خیلی داره قلدری میکنه و میگه اینها نیومدن و هیچ مشکلی نبوده و ما امنیت خلیج فارس مثلا دست ماست و اینه. اما واقعیتش پشت پرده اینه که بیت رهبری شخص آقای خامنه‌ای دستور داده که حتی یک دونه شلیک تیراندازی، یک دونه عمل خودسرانه توی خلیج فارس نباید انجام بشه به هیچ وجه، که آمریکا نباید تحریک بشه برای حمله به ایران. و از اون طرف فرماندهانی رو جابجا کردن مثل فدایی، مثل نقدی، اینها رو آوردن توی سپاه که نکر خوششون نیاد از فرماندهان قبلی. توی این شرایط اینها رو آوردن چون اینا 100% معتمد بیت رهبری هستند که زیر مجموعه سپاه کار خلافی انجام نده که باعث تحریک آمریکا بشه، که مثلا نقدی و فدوی، و چون فدوی مثلا با سلامی رابطه با هم گرگومیش داشتن، یعنی بر اساس تحلیلایی که وجود داشت، اطلاعاتی که ما داشتیم، قرار نبود فدوی جانشین فرمانده کل سپاه بشه. اینا با هم درگیری شخصی داشتن. سلامی یک بار فدوی رو توی یه جلسه پد کرده بود بیرون، اما چون معتمدهای خامنه ای فدوی و توی این شرایط به عنوان جانشین قرار گرفت که سپاه کاملا کنترل شده باشه که نتونه کاری انجام بده، یعنی کار خلافی انجام نده. اما اتفاق دیگه ای که افتاده، بازرسی های تنگه هرمز رو برداشتن. گل اگر اجازه بدی یه مقدار، چون که سوالات هم هستن، باید به من به دوستان قول دادم به صورت خیلی مختصر بتونی جوابش بدی، من ممنون میشم. داریوش از ایران که اکانتش به نام ایران است نوشته راه حل اتحاد داخل و خارج از کشور چیست؟ چرا اینقدر اپوزیسیون خارج از کشور با هم اختلاف دارند؟ خب قرار شد ما یه تحلیلی بدیم از شرایط الان، بعد بریم سراغ موارد بعدی. بگیم الان شرایط چیه؟ جمهوری اسلامی چه تبلیغات دروغی رو داره انجام میده، اما واقعیت پشت پرده چه اتفاقی داره میفته؟ بازرسی ها توی خلیج فارس کاملا از بین رفته، یعنی قبلا ایران کشتی هایی که میخواست از تنگه هرمز رد بشه رندوم بازرسی میکرد، الان به دستور بیت رهبری تمام اون بازرسی ها برداشته شده. حتی به دلیل اینکه تنش با آمریکا بیاد پایین و سپاه کوچکترین خطایی نکنه که بهانه بده به دست آمریکا که آمریکا به ایران حمله کنه. حتی یک فاصله استانداردی وجود داره توی حمل و نقل بین المللی، فکر میکنم 5 مایل. این فاصله رو جمهوری اسلامی به 15 مایل خودش افزایش داده، خود اختیار، یعنی با اختیار خودش که 3 برابر کرده این فاصله رو که شدت تنش کاهش پیدا بکنه و آمریکا حمله نکنه به ایران. وضعیت نیروهای نظامی 100% آماده باشه. مرخصی ها همه لغو شده و نیروهای نظامی به هیچ وجه حق دریافت مرخصی ندارن. واقعیتش اینه که برجامی که جمهوری اسلامی امضا کرد
البته شرایط اون موقع شرایط باید امضا میکرد، یعنی فشارها شاید 1/10 الان فشار الان بود، اما باید اون برجام رو امضا میکرد. اون برجام رو اگر، چون حالا من خوشم هم نمیاد، ممکنه از خیلی ها خوشم نیاد از شخصیت هایی که جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن، اما اون شرطی که آمریکا خارج شد از برجام و تونست بهش استناد بکنه، یک بندی بود که برجام ترکمانچای بود دیگه، یعنی در حقیقت تحمیل کردن به ایران و خیلی بندهاش رو خلاف منافع ملی بود. مثلا یک بندی وجود داشت که آمریکا اگر هر لحظه احساس بکنه میتونه از این برجام خارج بشه. چرا جمهوری اسلامی نتونست خروج آمریکا رو از برجام در محاکم بین المللی بتونه پیگیری بکنه؟ به دلیل اینکه این بند توی برجام وجود داشت که آمریکا هر لحظه بخواد میتونه خارج بشه. اگر سعید جلیلی بود، شخصی مثل سعید جلیلی بود که برجام رو میخواست امضا بکنه، شاید این برجام رو با گریه امضا میکرد. اما شخصی مثل ظریف همین برجام رو رفت با خنده امضا کرد، یعنی هم ترکمانچای رو به ایران تحمیل کرد، هم خنده، یعنی با خنده رفت همه کاریش، هر کاری دوست داشت. رولا فرمش یه مقدار سوال برانگیز میشه. خب طوری که دارن میگن همه چیز زیر نظر بیت و دو تا شخصیت هم با زیر نظر بیت، از چطوری کدومشون با گریه میره آقای جلیلی و اون یکی با خنده میره؟ یعنی اینو فکر نمی‌کنی مثلا بیت نظارت داشته باشه؟ چرا، بیت نظارت داشته، اما خب توی همون شرایطی که میخواست این قرارداد امضا بشه، شاید اگر فردی مثل سعید جلیلی بود که میرفت برجام رو امضا میکرد، یه ذره منافع ملی بیشتر چیز میشد، یعنی یه ذره میرفت سر اون بند با آمریکا مذاکره میکرد یا با بیت رهبری مذاکره میکرد و میگفت این کار رو ما نباید بکنیم. اما ظریف و تیم روحانی این چالزنی رو نکردن با خامنه ای، یعنی هرچی خامنه ای گفت اونها رفتن اون کار رو انجام دادن. اگر تیمی بود که به منافع ملی فکر میکرد، به منافع مردم فکر میکرد، قطعا این کار میکرد. یعنی من در مقابل تیم سعید جلیلی با تیم ضعیف توی برجام الان نتیجه یه کار رو که میبینم، میبینم جلیلی بهتر میتونست عمل بکنه تا ظریف که الان جمهوری اسلامی رو انداختن. جمهوری اسلامی رو که نه، برای من اصلا جمهوری اسلامی مهم نیست، خیلی هم دوست دارم بره. بحث یک پارچگی و کلیت ایرانه الان، ما داریم راجع به منافع ملی داریم صحبت میکنیم، یعنی از این منظر داریم تحلیل میکنیم منافع ملی. اگر بحث منافع ملی بود، به نظرم تیم سعید جلیلی میتونست منافع ملی رو تامین بکنه، تا اینکه تیم روحانی اومد هر چی خامنه ای گفت بدون چون و چرا اجرا کردن و کار رسید به اینجا. یه تحلیلی که وجود داره بین تیم اوغلای خواهان مذاکره با آمریکا و نزدیک به بیت رهبری این هست که این شرایطی که الان به وجود اومده حاصل درز اطلاعات توسط تیم احمدی نژاد و ممکنه به احتمال خیلی زیاد، یعنی چون نتونستن براش پیدا بکنن، البته ما گفتیم توی برنامه های آخر هفته که با آقای فرهودی داشتیم، گفتیم که این اطلاعات رو حلقه نارمک داده به آمریکایی‌ها، اطلاعات تمام تأسیسات نظامی و اطلاعات ریز و درشت کشور رو از طریق آقای حجازی، از طریق قاسم سلیمانی، از طریق قالیباف، از طریق خاوری، اینها منتقل شده به آمریکایی‌ها. اما تیم اوغلای خواهان مذاکره نزدیک به بیت رهبری، اینها میگن این اسناد رو تیم احمدی نژاد منتقل کرده و بعد از مذاکره میخوان که تکلیف این تیم احمدی نژاد رو معلوم بکنن، چون میگن اینها خسارت زده. ولی توی برجام موقعی که داشت امضا میشد، حتی ایران، ببین برجام یعنی تاسیسات هسته‌ای، ریشه‌اش رو لازم مردم بدونن که از زمان حکومت پهلوی به وجود اومد، یعنی حکومت پهلوی آخرای سالای 54 55 اینها اومدن با آمریکایی‌ها توافق کردن که ما می‌خوایم هسته‌ای داشته باشیم و برق هسته‌ای تولید بکنیم. خب این مقدمات و قرارداد رو بستن، کارهاش رو انجام دادن، مقدمات نظامی کارشناسان انجام شد اینها تا بعد جنگ رو
به اینها که متوقف شد، دولت هاشمی شروع کرد امضا کرده. موقعی که اینا رفتن سر برجام و میخواستن برجام امضا بکنن، به آمریکایی‌ها گفتن اصلا شما تحزینه تصفیه‌ای که ما کردیم یا این قراردادی رو که داشتیم رو به ما ببخشید. من تلفنم زد. یه مقدار صدا قطع و وصل میشه، این مطلب آخر اگه لطف کنی یک بار دیگه بیان کنی متشکر میشم، چون احساس بودم توی اینترنت شما یه مشکلی به وجود. ببخشید من کامنت ها رو با اجازه دوستان قطع کنم. بعد مسئله که وجود داشت، حالا من اینا رو خیلی سریع بگم، واقعیت اینه که این تیم داره تحلیل میکنه که جنگ انجام میشه، تیم اوغلای نزدیک به خامنه ای میگه جنگ انجام میشه و حتما جنگ میشه. آمریکا تو 2 ساعت اول جمهوری اسلامی رو نابود میکنه، یعنی تقسیم بندی جنگ هم انجام شده، زمینی و دریایی رو نیروهای آمریکایی انجام میدن و هوایی رو قرار اسرائیل انجام بده و همزمان قرار تاسیسات و پایگاه ها و پادگان ها و اینا بزنن. اما نقطه قوتی که دارن و میگن که ما تو این نقطه قوت میتونیم آمریکا رو شکست بدیم، که البته به نظر من باز توهمه، اینه که میگن که تو جنگ های چریکی میتونیم که این کار رو انجام بدیم و آمریکا بالاخره بالا رو که میزنه باید نیرو پیاده بکنه پایین، ما تو این پایین میتونیم تو جنگ چیری که موفق بشیم به نیروهای آمریکا. احتمال زیاد جنگ از کردستان شروع میشه و بندر عباس، یعنی هم دریایی از طریق بندر عباس میان و از کردستان هم از اون ور منهای تاسیساتی که میخوان بزنن. یک دو دستگی وجود داره توی نظام الان که خواستار اینن که مذاکره بشه یا جنگ بشه. جنگ طلبان نزدیک به خامنه ای و خود خامنه ای الان حرفشون برنده تره و قدرتشون بیشتره و میگن ما حتما باید جنگ رو با آمریکا انجام بدیم. خب این تهدید تیم اوغلای نزدیک آقای خامنه ای بود که خواهان مذاکره با امریکا هست. یه تحلیلی وجود داره، کسانی که نزدیک به جنگ طلبا هستن الان سیاست بیت رهبری بر این قرار گرفته که مردم رو نگران نکنن از جنگ، یعنی هی بگن جنگ نمیشه. ما ببینیم الان خط رسانه‌ای جمهوری اسلامی هم داره همینجوری تبلیغ میکنه که جنگ به هیچ وجه انجام نمیشه و دوبارم خود خامنه ای تاکید کرده، رسانه ها دارن میگن جنگ نمیشه، سایبری هاشون این ور اونور راه افتادن و میگن جنگ نمیشه. اینا بر اساس اون خط سیاسیه که بیت رهبری مشخص کرده که مردم رو نگران نکنن اما از پشت مذاکره رو انجام بدن، که این مذاکره داره الان انجام میشه. بحث اصلی که بیت رهبری داره میگه که اگه ما قرار باشه هسته‌ای رو بدیم، موشکی رو بدیم، نظامی رو بدیم، از سوریه بیایم بیرون، از یمن بیایم بیرون، گروه های تروریستی نیابتی رو حمایت نکنیم، آمریکا باید به ما یه تعهد بده، تعهدی که 50 سال قبل 60 سال قبل به ژاپن داد و گفت اگر که خل سلاح بشی یا اگر که این کارهایی که من میگم انجام بدی، من باید یه پیمان میبندم که تا 50 سال مثلا کسی بهت نتونه تجاوز بکنه و من بیام ازت حمایت بکنم. بحث اصلی که وجود داره الان بیت رهبری اینجاست که میخواد این تعهد رو از آمریکا بگیره که اگر فردا خل سلاح شد کسی نیاد به جمهوری اسلامی حمله بکنه، که آمریکا هم تا الان این تعهد رو نداده به جمهوری اسلامی، که یعنی همون بندیه که میگه فردا اگر به من حمله بکنی من چیزی ندارم دیگه از خودم دفاع بکنم. اما این تیم مذاکره، این تیم جنگ طلب نزدیک خامنه ای هم میگن باید 100% مذاکره انجام بشه. یعنی دو گروه هم که در حال موافق مذاکره هستن. من یه بار دیگه سوالو از شما بپرسم، جنگ طلبا هم خواهان مذاکره، یعنی میگن که بعد از جنگ، جنگ باید اتفاق بیفته، اینها کاری ندارن. ببین الان آمریکا بحثش اینه که اگه جمهوری اسلامی کوتاه هم بیاد و بهانه نده به دست آمریکا برای حمله، اینا میخوان یه گوشمالی میخوان به جمهوری اسلامی بدن که عبرتی هم بشه برای کشورهای دیگه که جلوی امریکا وای نستن. الان بحث اصلی امریکا اینه که میگه من باید گوشمالی باید بدم به جلو. پس جنگ قطعا اتفاق میفته. این که جمهوری اسلامی داره میگه نمیفته، این یک دروغ بزرگه. خامنه ای داره میگه نمیفته، این یک دروغ بزرگه و جنگ حتما اتفاق میفته و جمهوری اسلامی با ضعیف‌ترین شکل ممکن میره پای میز مذاکره با آمریکا و
و منافعی که مردم دارن تأمین میشه. یعنی اون منافعی که وجود داره، بحث نظام سیاسی، بحث انتخابات آزاد، بحث فعالیت‌های مردم. من جمله شما رو اصلاح کنم. پس یعنی اگر ایران تمام پیش‌شرط‌های آمریکا رو پذیرفت بدون استثنا، اون 12 شرطی که آمریکا گذاشته و اون شرط رسمیت اسرائیل رو، آیا باز جنگ صورت خواهد گرفت؟ ببین الان میگم، یه بحثی الان تو کاخ سفید وجود داره، میگه که ما باید جمهوری اسلامی رو تنبیه بکنیم. خب مسائل اینه که الان مسائل خیلی لحظه‌ای داره اتفاق میفته. یعنی من با یکی از دوستانم که صحبت میکردم توی واشنگتن تردد داشت، میگفت الان اینا خودشون هم لحظه‌ای دارن تصمیم میگیرن، ببینن که چه شرایط چه اتفاقی میفته، ببینن که جمهوری اسلامی چی کار میکنه. اما سیاست کلی که وجود داره الان تو کاخ سفید اینه که جمهوری اسلامی باید گوشمالی بشه، اونم از طریق حمله نظامی، و باید بفهمن کشورها توی دنیا که نمیتونن به همین راحتی جلوی امریکا وایسن، پول بگیرن از امریکا، خرج کارهای تروریستی بکنن، به امریکا جواب ندن، بیان مرگ بر امریکا. این یک سیاست کلیه. خب حالا این که اول مذاکره رو انجام بدن بعد حمله بکنن به تاسیسات یک بحثه، این که اول حمله بکنن به تاسیسات بعد مذاکره رو انجام بدن اینم یک شکل دیگه است. اما شکل کلی کار اینه که این تنبیه باید جمهوری اسلامی بشه. این رو جمهوری اسلامی نمیگه به مردم، توی محافل داخلی خودشون، توی جلسات خصوصی سرداران سپاه با آقای خامنه ای، با مقامات کشور، این بحث ها داره انجام میشه، اما تو تبلیغات رسانه‌ایشون میان به مردم دروغ میگن. خب این باید مردم بدونن، یعنی اینو باید مطلع باشن. یه بحثی دیگه هم هست منهای اون دوتا تحلیل، که تحلیل جنگ طلبان نزدیک به خامنه ای، تحلیل صلح طلبان نزدیک به خامنه ای، یعنی کسانی که خواهان مذاکرن و میگن نظام دیگه هیچ راهی دیگه وجود نداره و اینجا مرحله تقابل با آمریکاست، ما باید اینجا وا بدیم و مذاکره رو انجام بدیم. بحث تیم حلقه نارمک. حلقه نارمک یعنی جانشینان پس از خامنه ای که دارن خزنده توی نهادهای کشور نفوذ کردن و اسناد و مدارک و مفاسد متعدد خامنه ای رو گرفتن و دارن ازش باج‌خواهی میکنن، مثل رهبری که نمادشون صادق لاریجانیه، قاسم سلیمانیه، قالیباف، سیف، خاوریه و حالا صادق خرازیه و اینها که وجود دارن، عارفه. اینا میگن که این مرحله‌ای که الان اتفاق افتاده حاصل توافقات ما با آمریکا بوده که 2 سال پیش باشون توافق کردیم توی سوئیس. و اگه یادتون باشه آقای خاوری که اونجا بود، استرالیا بود، شما یک جمله‌ای رو به من گفتین و گفتین که موقعی که آمریکایی‌ها اومدن توی خلیج فارس، آقای خاوری تلفنی داشت صحبت می‌کرد و گفتش که این آمریکایی‌ها هر چیشون بد باشه آدمای خوشقولی هستن، به توافقاتشون عمل میکنن. ببین الان بحث حلقه نارمک اینه که میگه که ما این حضور آمریکا و این فشارهای نظامی که داره انجام میشه حاصل توافقات ماست با آمریکایی‌ها، یعنی آمریکایی‌ها باید به اینجا بیان. حلقه نارمک معتقده که امسال سال آخر خامنه ای، حالا چه بمیره، چه بکشنش، چه خبرگان بذارتش کنار، چه اصلا خودش استعفا بده، معتقدن که امسال انقدر فشارها افزایش پیدا میکنه که خامنه ای هیچ راهی به جز رفتن نداره و باید بره. بعد از رفتن خامنه ای معتقدن که تغییر و تحولات اساسی توی نظام اتفاق میفته. بسیاری از افراد هستن که باید بازنشست بشن، بسیاری از افراد هستن که باید ترور بیولوژیک بشن، بسیاری از افراد هستن که اصلا باید فشار بهشون بیاد برن بشن کارشناس آینده بی بی سی و بعد برن اونجا بشینن به عنوان کارشناس صحبت بکنن. معتقدن که بعد از این قضایایی که داره اتفاق میفته FATF امضا میشه و ما باید برگردیم به جامعه جهانی، روحانیت باید بره تو قم و نباید توی صدر امور و مناسب کشور و اینا نباید دخالت بکنه، باید بره قم. قم باید بشه یک جای این واتیکان که مرکز مذهبی مسیحیان جهانه و باید توی اونجا حکومت خودش رو داشته باشه و به احتمال زیاد شکل نظام هم پارلمانی میشه، یعنی از این شکلی که وجود داره در میاد و به شکل پارلمانی برمیگرده.
این سه تا تحلیلیه که وجود داره الان از این زمین بازی که الان داره بین ایران و آمریکا اتفاق میفته و لازمه که مردم بدونن که این شرایط چی است که بتونن دقیقتر تحلیل بکنن راجع به مسائلی که داره اتفاق میفته. حالا الان اگه سوالی هست من در خدمت. بله، چند تا سوال از من، خیلی سوالای خیلی خوبی هم اتفاقا رسیده ولی متاسفانه ما زیاد وقت نداریم که ادامه بدیم. من یه بار دیگه یادآوری کنم به دوستانی که تازه به ما ملحق شدن، در حال حاضر همین برنامه توسط تلویزیون جهانی دریملند در حال پخش است. یعنی اگر شما دوستان اپلیکیشن تلویزیون دریملند رو روی موبایلاتون وصل کنین، به راحتی میتونین برنامه رو نگاه کنین از طریق جلوایز هم 173، یعنی شماره 173. باز همین برنامه برای اولین بار در جامعه ایرانیان خارج از کشور از اینستاگرام به صورت زنده در حال پخش است و ما به زودی اینو به شما نوید میدیم با ورود آقای زم که تلویزیون روی ایر بره که بتونن مردم در هر جای ایران اینو به راحتی بتونن تماشا کنن و برنامه متنوع و اون چیزی که درست هست ما ارائه بدیم خدمتون. حالا من برمیگردم به سوالات. داریوش از ایران سوال کرده که من قبلا ازتون پرسیدم اینو، راه حل اتحاد چیست؟ رو الله چرا اینقدر داخل خارج از کشور بین اپوزیسیون و خارج از کشور اختلافه؟ چرا هیچ وقت دوستان روی یک میز برای مذاکره نمیان؟ والا نمیدونم، من اگه به عنوان یک ناظر بخوام نگاه بکنم، یعنی نه خودم رو جزو، من یه خبرنگارم، حالا ممکنه رسانم اپوزیسیون باشه اما یه خبرنگارم و باید به این عنوان باید نگاه بکنم نه یه فعال سیاسی، من فکر میکنم میذاره خودبینی ها، یعنی همین چیزی که الان توی ایران وجود داره. ببین الان مردم، بسیاری از مردم، حالا شاید به خیلی هم بر بخوره اما یه واقعیته، بسیاری از مردم الان هستن که منافع شخصیشون رو بر منافع ملی ترجیح میدن. یعنی شما میبینید وقتی یه چیزی گرون میشه، قرار گرون بشه، همه میدونن میرن صف وای میسن که بودو هم برن منافع شخصیشون تامین بشه. اگه قرار بنزین گرون بشه، از یک روز قبلش همه صف کشیدن که یک باک بنزین اضافه بزنن که مثلا 40,000 تومان قراره به نفعشون بشه، یا مثلا 6 تا دبه طرف میبره که تا یک ماه بنزین داشته باشه. این ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی. همین نگاه توی اپوزیسیون خارج از کشور هم وجود داره، یعنی همین خصیصه، منافع ملی رو به منافع، منافع شخصی رو به منافع ملی ترجیح میدن. هر کسی میگه منم، هر کسی میگه اگه من نباشم دور این میز من به هم میزنم، من میام. خب نمونهشم داشتیم توی اخیراً که داشت یک اتحادی توی ایران یاران داشت شکل میگرفت، سریع از این ور و اون ور افرادی که حالا نمیشه گفت وابسته بودن به جمهوری اسلامی، شاید جفا باشه در حقشون، اما افراد متکبر خودبین که باعث شدن که اصلا این اتفاقات نیفته. یک سری ها نزدیک به آقای پهلوی بودن، یک سری ها اصلا توی خب جاهای دیگه بودن، اومدن هی شروع کردن سر و صدا کردن و که اینها مزدورن و اینها فلانن و اینها وابسته به جمهوری اسلامی و اینا، و عملا اون اتحادی که داشت شکل میگرفت عملا به هم خورد. یعنی این به نظر من مهمترین مسئله ایه که از مردم داخل، یعنی شاید از خصوصیت ایرانی ما باشه، شاید از بالاخره یه چیزی باشه، اما خب تو کشورهای دیگه این خصیصه نیست. یعنی مردم وقتی یه چیزی گرون میشه، یه دفعه همه با هم متحد میشن که اون چیز رو نخرن، یه دفعه همه با هم متحد میشن میرن سراغ کارخونه اون چیز، اون جنسی که داره تولید میکنه، شروع میکنن به اعتراض کردن. این مهمترین دلیل. سوال محتشم 289 پرسیده تا کی، چه زمانی میتونه دلار حد و نصابش رو بره بالا و تکلیف مردم چیه و خزانه های مردم که خالی میشه چه اتفاقاتی صورت میگیره؟ یعنی شما فکر میکنین دلار تا چه مبلغی میتونه به سقف خودش نزدیک بشه؟ ببین من پیش بینی نمی کنم که دلار، بر اساس داده هایی که وجود داره و اطلاعاتی که دارم، میشه این اطلاعات رو داد و بعد مردم خودشون تحلیل بکنن که چه اتفاقی قرار بیفته. ببین واقعیت اینه که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه تبادلی داشته باشه
دلار با جامعه جهانی تبادلی نمیتونه داشته باشه. بانک ها بسته است، FATF تصویب نشده، راه ارتباط بانکی اینا بسته است و راه منتقل کردن پول با چمدون هم بسته است. یعنی دیگه اینطوری نیست که مثل تحریم های قبل افرادی که نخبه بودن برای دور زدن تحریم ها الان همه یک محاکمه شدن چون پولا رو گرفتن بر نگردوندن، مثل بابک زنجانی، مثل متهمانی که توی پرونده پتروشیمی وجود داشتن و اینها تخصصشون دور زدن تحریم بود. خب مخای دور زدن تحریم و همه جمهوری اسلامی یک به یک خودش از بین برده چون پولها رو داده بهشون و اونا پولها رو بر نگردوندن، خوردن، اختلاس کردن و خب خیانت کردن بهش، اینا رو اومده محاکمه کرده و زندان. شرایطی که وجود داره الان با توجه به مثلا میزان کمبود مواد غذایی که حتی وجود داره، من اطلاع دارم که حتی شما هم فکر میکنم اطلاع داشته باشین که الان اینا نمیتونن تبادل بانکی کنن. یعنی الان مثلا میخوان فلان جنس رو وارد کشور بکنن، پولش از خارج کشور میاد داخل، اما این پول چجوری باید خارج بشه بیاد بچرخه؟ این مسئله اساسیه که این پولی که داخل میشه، مثلا میخوان گندم بگیرن بیارن داخل، پول هم بیرون دارن تو خارج کشور. جمهوری اسلامی در زمان تحریم های قبلی تجربه شده برش که پولهاش رو بیرون کشور تو حساب های شخصی افرادی که معتمدین به خودش بودن نگه داشته، که ما خیلی از این حساب ها رو در حال شناساییش بودیم و خیلی هاش هم الان در اومده. اما این پول ها وقتی از حساب بیاد داخل کشور چجوری باز باید برگرده تو خارج کشور که این پول بچرخه که جنس وارد بشه؟ بنابراین تبادلی دیگه انجام نمیشه، مبادله ای انجام نمیشه که دلار بیاد داخل کشور و وضعیت ارزی بانک مرکزی. فکر میکنم 2 ماه پیش بود که بانک مرکزی یک گزارشی داد به آقای خامنه ای و گفت که ما باید اعلام ورشکستگی بکنیم، بانک ها باید اعلام ورشکستگی بکنن، این روند روند ورشکستگی بانک هاست و دیگه سرمایه نمونده بخوام تو بازار تزریق بکنیم. من فکر میکنم تا 2 ماه آینده با توجه به صفر شدن فروش نفت ایران و محصولات فولادی، محصولات فلزی مثل فولاد، اینها که تحریمش اخیرا اومده و تحریم آتی که توی 1 ماه دیگه حدودا فکر میکنم بیاد که شامل محصولات پتروشیمی و اینها یا صنایع دیگه قرار بشه، میزان ارزآوری جمهوری اسلامی به صفر رسیده تقریبا و وضعشون بسیار شکننده است و فکر میکنم تو 2 ماه آینده یک جهشی رو توی بازار دلار شاهد باشیم. یعنی مردم نباید الان بر این اساس مردم نباید شروع بکنن که دلار رو بخوان از ذخیره خانگی در بیارن و توی بازار بفروشن، باید این رو نگه دارن. خب دوستی که به نام حاتمی 650 سوال کرده که عکس زیبا شهبانو رو هم زده رو صفحه خودش که از همینجا به شهبانو درود میفرستیم، امیدواریم هر جا که باشه پاینده و پویا باشه. بانوی ایران، بانوی ایران و مادر ایران زمین. من خودم شخصا اراده خیلی خیلی قلبی به ایشون دارم، امیدوارم هر جا که هستن شهبانو سالم و تندرست باشن. سوال کرده که برخی از سازمان و تلویزیون ها در این سالهای اخیر محبوبیت خاصی داشتن، آیا شما در تلویزیون جدید خودتان از آنها استفاده خواهید کرد و رابطه شما با شهرام و همایون چه خواهد شد؟ بر اساس سیاستی که ما چیدیم، البته شما هم تو جریان هستین، من واقعا دوست دارم که اگر کسی مخالف من هم هستش توی اون تلویزیون باکس برنامه خودش رو داشته باشه. یعنی به فرض دوستان زیادی هستن الان، خب دغدغه هر هفته شون وجود روح الله زمان، خب الان هستن میتونن سرچ بکنن، نمیارم خیلی افرادی که اهل تحقیق باشن، افرادی که این برنامه ها رو دنبال بکنن میتونن خودشون در بیارن. من حتی خواهان این هستم که اون افراد هم توی اون تلویزیون باکس مخصوص خودشون رو داشته باشن، ولی نه که بیاد بشینه 3 ساعت حرف بزنه برای مردم. باید یک پروپوزال بده، بگه برنامه من اینه، از اینجا میخوام شروع بکنم، به اینجا میخوام برسم و هدفم اینه. یعنی اینکه بشینم ترامادول بزنم یا مثلا نمیدونم چیه این یه چیزی هست متادون میخوانم پشت دوربین بیاد چرت بزنن حرف بزنن یا خمیازه بکشن، نه.
یک باکسی باشه مثل برنامه های سازنده. من حتی دوست داشتم مثلا آقای نوریزاده، آقای چالنگی، آقای فرهودی حتی، یا افرادی که حالا بالاخره هستن با هم مسئله دارن از نظر شخصی توی کارهای قبلی که وجود حضور داشتن با هم دیگه به مشکل کاری برخورد کردن و الان حتی سایه هم دیگه رو با تیر میزنن، بسیاری از افراد هستن، بیان اینجا توی این برنامه، اینجا بشه یک، توی این تلویزیون بشه یک مظهر وفاق و همه اینها توی این تلویزیون باکس های خودشون رو داشته باشن، برنامه هاشون رو تولید بکنن، امکانات رو هم ما میدیم بهشون با اون مسئله مالی که شما دارید حل میکنید و حالا الان با حد اقل ها داریم شروع میکنیم، یعنی چون بودجه شخصی شماست، یعنی با توافقی که حالا داره با دولت استرالیا انجام میشه، بالاخره اون امکاناتی که وجود داره برای مالیات دهندگان استرالیا، اینها بیان اونجا حتی تزریق مالی هم انجام بشه بهشون و برنامه های خودشون رو بسازن توی این تلویزیون بدن. این نگاه شخصی منه. این که بریم تو کار و چطوری بشه این رو نمیدونم. من آقای همایون رو دوست دارم، آقای نوروزاده رو دوست دارم، آقای فرهودی دوست عزیز منه، آقای چالنگی رو باشون یکی دو بار برنامه داشتم و عزیزان دیگه‌ای که حضور دارن، اینها همه سرمایه های رسانه هستن. حتی آقای سازگارا، اینها همه سرمایه هایی هستن که سالها توی رسانه ها بودن و طردشون اصلا نگاه درستی نداره و باید ما نه حس رقابت داریم به کسی، دوست داریم که مردم وقتی یک کانال تلویزیونی رو باز میکنن بهش علاقه مند باشن و برنامه هایی رو که دوست دارن اونجا ببینن رو تماشا بکنن. البته برنامه های تلویزیون نگاه سیاسیش خیلی کمتره، یعنی شاید باکس های سیاسیش کم باشه، اما بیشتر به دنبال کار فرهنگیه. خب الان ما میبینیم شبکه جم اومده یک توقفی رو انجام داده به جهت مسائل مالی که داره، خیلی از سریال ها متوقف شده و نمیتونن نگاه بکنن. ما دنبال خریدن سریال های جدید هستیم، باکس های دوبلمون داره الان تجهیز میشه و اینها دوب دوب دوبلورامون رو دارن، عزیزان فنی که اونجا وجود دارن دارن باشون مصاحبه میکنن، شناسایی بکنن که از نقاط مختلف جهان بیان اینجا سریال ها رو دوبله کنن، فیلم ها رو دوبله بکنن و یک تلویزیون سرگرمی باشه، در کنارش نگاه سیاسی و تحلیل های درست سیاسی رو هم به مردم تزریق بکنه. این نگاه ماست نسبت به این تلویزیون. خب دوستی دیگه از خود من سوال کردی که بازم آقای نیکفر، به نظر شما شخص آقای زم میتونه به عنوان یک لیدر جوان در اپوزیسیون فعالیت کنه؟ چون به نظر من خیلی از جوانان گرایش شدیدی به سردبیر آمد نیوز دارن و ایشان را به عنوان لیدر اعتراضات دیماه 96 میدونن. خب این سوال البته از من کرده. من با آقای زم مثل یه برادر شدیم، یعنی دیگه طبعا روزی 3-4 ساعت رو با هم صحبت می کنیم. این سوال یه مقدار من فکر کنم جوابش رو خود دوستمون داده. من به عنوان آقای زم و شجاع رو قبولش دارم. طبعا برای همین موضوع من با ایشون وارد کار شدم و یه ارادت قلبی بین ما وجود داره. خب طبعا من یه آدم تاجری هستم، در کار سیاستم اصلا تمایلی ندارم که ورود داشته باشم و این میتونه یه دوستی خیلی خوبی بین من و آقای زم باشه، چون که من اصلا بارها شده من آقای زم داشت سوال میکرد، من بالغ بر 300 نفر از من درخواست کرد که آقای نیکفر، خیلی هاشون هم ویز گذاشتن، خیلی هاشون هم لطف کردن که آقای زم رو متقاعد بکن که بیاد یه برنامه لایو رو داشته باشه. من خیلی سعی کردم تا الانی که ما در خدمت آقای زم هستیم، اینم باز من به خاطر که دوستان خیلی درخواست داشتن به آقای زم گفتم دیگه تکلیف شده آره شما باید الان بیاین با طرفدارای خودتون صحبت بکنیم. خب آمد نیوز یه جایی خودشو در بین نسل جدید باز کرده. بله من آقای زم و خودم به عنوان یک شجاده در لیدر قبولش دارم و این منصفانم دارم خدمت تمام دوستان، علی خصوص من یه رابطه خیلی نزدیکی با دوستان اپوزیسیون خارج از کشور دارم. آقای زم هیچ مشکلی با حضور همه اون عزیزان، حتی اونایی که از ماها انتقاد میکنن، حالا من سیاسی نیستم، از آقای زم انتقاد میکنن، میتونن در برنامه شرکت کنن، حتی میتونن با خود آقای زم یه مناظره داشته باشن. و ولی ما خواهشی که از دوستان داریم،
ادبیات ما باید تغییر کنه نسبت به هم. باید سعی بکنیم همدیگه رو نقد بکنیم ولی تخریب نکنیم. بیاییم با هم گفتمان داشته باشیم ولی نیاییم بیاییم جبهه گیری بکنیم. خب طبعا آقای زمان مثل ماها یک انسانه، شاید یک جاهایی ماها اشتباهاتی کرده باشیم ولی اونقدر جرأتشو داشته آقای زم بیا جلو دوربین از اون شخص عذرخواهی بکنه و بارها شده به عنوان مثال رو آقای نوریزاده، دکتر نوریزاده عزیز که جزء پیشکسوت‌ها هستن و من از همینجا به ایشون واسه سلام و عرض ادب دارم، آقای زم تأکید کرده که آقای نوریزاده اخباریشون درست بوده و یک جایی اختلاف نظر هست بین بچه ها، بین دوستان هست ولی طبعا این به زیبایی کار کمک میکنه. خب من سوال بعدی شونو بدم. اول قبل اینکه جواب این عزیز رو بدم خواهش میکنم که دوستانی که الان رو لایف هستن لینک لایف رو شیر بکنن برای سایر عزیزانی که شاید اطلاع نداشته باشن که این لایف داره برگزار میشه، چون دیگه حالا معلوم نیست دیگه من کی بیام و بعد یه برنامه‌ای که یه باکس مخصوص خودم باشه توی تلویزیونی باید اونجا حضور داشته باشم و شکلش رو در بیارم. اهل لایو و این چیزا هم نیستم. حالا ممکنه بسیاری دوست داشته باشن که هر شب توی لایو باشم ولی من اصلا اهل اینجور مسائل و اینا نیستم. حالا این فرصت رو بقیه بتونن به دست بیارن و از دست ندن. این که اون دوست عزیزی که گفتن این محبت داشتن اینم لطف شماست، اما من دوست ندارم اصلا واقعا به عنوان یک لیدر شناخته بشم. من دوست دارم تو کاری که هستم توی اون کار رشد بکنم و توی اون کار بهترین باشم. یعنی اگه قرار باشه الان یه خبرنگار بیاد مثلا بشه یه لیدر سیاسی که نمیشه، که خبرنگار خبرنگاره. من باید سعی بکنم اخبار خوب برای مردم در بیارم، منابعم رو چک بکنم، بتونم خبرهایی که مردم جایی دیگه مطلع نمیشن بتونم اینها رو به دست مردم برسونم تا در واقع مردم بتونن یک تحلیل درستی از شرایطی که توش قرار دارن با داشته باشن. اینکه یک سری خبرها داده میشه ممکنه به مذاق بسیاری خوش نیاد. اینکه الان داریم میگیم مثلا داره با اون تلفن آقای ترامپ دارن تماس میگیرن، دارن مذاکره میکنن، خب این به مذاق خیلی خوش نمیاد، اما واقعیت اینه. نمیشه به مردم دروغ گفت. ما باید واقعیت رو به مردم بگیم تا مردم تحلیل بکنن. عزیزانی هم که لطف میکنن منو لیدر میدونن، من واقعا آدم لیدر سیاسی نه خودم دوست دارم باشم، چون اینقدر این اپوزیسیون آشفته است که هر کی پشت سر هر کسی داره حرف میزنه و تهمت‌های بی سند و مدرک و اینها دارن میزنن، واقعا دوست ندارم خودم تو این فضا باشم. دوست دارم به عنوان یه خبرنگاری که نمیترسه و تو دل مسئولین جمهوری اسلامی میره و مسئولین جمهوری اسلامی ازش میترسن به خاطر اینکه فسادشون برملا نشه، دوست دارم تو همین پوزیشن بمونم. خب ستاره 9646 سوال کرده، من نسبت به تلویزیون‌های الان مثل بی بی سی و منوتو که دارای افرادی از طرف رژیم هستن اصلا اعتمادی نداریم. شما آیا با آنها ارتباط برقرار خواهید کرد؟ طبیعتا نه. تلویزیونایی که ما خودمون میدونیم که لابی جمهوری اسلامی توش وجود داره نه ما تمایلی داریم با اونها ارتباط برقرار بکنیم، نه بعید میدونم اونها تمایلی دارن. من یادم تو دیماه 96 بی بی سی از طریق 4-5 نفر خبرنگاراش تماس گرفتن میخواستن با من مصاحبه بکنن و خب من اونجا قبول نکردم. یعنی تو توییترم هم موقع نوشتم که من با بی بی سی مصاحبه نمی کنم چون بی بی سی صدای جمهوری اسلامیه و باهاش هم مصاحبه نکردم. طبعا اونا هم دوست ندارن سمت من بیان چون می دونن که ما بالاخره ماسخورشون رو می گیریم، یعنی دستشون رو می کنیم. حالا هر جایی که باشه با جمهوری اسلامی رابطه داشته باشه ما می گیم به مردم. حالا مردم دوست دارن نگاه بکنن، دوست دارن نگاه نکنن، این انتخاب برای مردمه، برای ما کسی رو تحمیل نمی کنیم. اما سعی می کنیم شناخت و تحلیل بدیم به مردم، همینطوری که تو این دو سه ساله شناخت و تحلیلایی که وجود داشت از پشت پرده قدرت باعث شد مردم به این آگاهی برسن. وگرنه تا قبل از این که آمد نیوز بیاد یا تا قبل از این که رسانه های اجتماعی حضور داشته باشن، خب فضای رسانه‌ای دست این 4-5 تا رسانه اصلی بود. اون موقع خب اخباری که دوست داشتن جمهوری اسلامی سانسور میکرد، اینا دوست داشتن به یه وضعی دیگه میدادن.
اما از زمانی که حالا رسانه‌های اجتماعی اومد، آمد نیوز اومد، گردش آزاد اطلاع رسانی شد، پشت پرده ها برای مردم معلوم شد، مردم به این بلوغ و آگاهی رسیدن که الان که کمتر از رفتن جمهوری اسلامی راضی نیستن. دوست دیگه سوال کرده آیا ساختار کلی نظام عوض خواهد شد؟ بعد از مذاکره‌ای که داره انجام میشه، ببین الان نظام تو 40 سالگیش باید ساختارش رو عوض کنه. یعنی این دیگه این یک راه غیر قابله، یعنی این دیگه انتخاب نیست، انتخاب خامنه ای نیست که بگه من نمی کنم. مجبورن باید ساختار نظام عوض بشه، باید افراد فاسدی که وجود دارن به دست محاکم سپرده بشن، مجازات بشن. این افرادی که حضور دارن الان و 100 سالشون جنتی، یک سال از کلاغ کوچیک‌تره، کلاغ 400 سال عمر میکنه، یک سال از دیگه اینها باید برن. یعنی این ساختاری که وجود داره این تحمیل جامعه جهانیه. من یه جورایی دارم بوی تغییر رو میشنوم، یه جورایی دارم بوی آزادی مردم رو میشنوم، میفهمم و این جمهوری اسلامی ناگزیره که با پذیرفتن اون شروطی که آمریکا براش قرار داده یا باید به طور کلی از بین بره یا باید آزادی رو، حکومت رو به مردم برگردونه و الان سر این دوراهی قرار. خب اکثر سوالات رو من احساس میکنم آقای زم جوابشون رو داده، در خصوص وضعیت کنونی ایران بود. من یک بار دیگه یادآوری بکنم که در حال حاضر همین برنامه برای اولین بار توسط شبکه جهانی دریملند از طریق جلوایز 173 شما میتونین مستقیم اینو ببینش و روی اپلیکیشن دریملند اگر شماها دوستان ورود داشته باشین باز میتونین به صورت مستقیم از طریق وبسایت این برنامه رو ببینین و من به شما این نوید رو میدم به زودی آقای زم برخلاف اون چیزی که خودش زیاد دوست نداره زلو دوربین بیاد، ما این قول ازش گرفتیم که یه برنامه ویژه هفتگی حداقل داشته باشه که بتونه یک سری از اخبار و یا یه سری تحلیل‌های رو داشته باشه که اونقدر مردم روی ما فشار نیارن که از آقای زم بگیم. من باور کنیم با آقای زم هر روز در تماس هستم و ازش هر روزم خواهش کردم که بیاد یه برنامه ای رو داشته باشه، ولی خب طبعا من قبلا هم خدمت دوستان گفتم آقای زم بیشتر نوشداری هستن، یعنی دوست داره خودش در پشت دوربین باشه بتونه هدایت بکنه، ولی خب ما این برنامه‌ای که آمد نیوز داشته با روش جدید و یه متد جدید و انشالله به زودی شما رو ایر خواهید دید. آقای زم صحبت خودم رودیم با این چیز خوب نیستش، با این لایو و اینها اصلا. اون برنامه‌ای هم که با آقای فرهودی داشتم واقعا خود آقای فرهودی هم میدونن که من چقدر قر میزدم به جون آقای فرهودی که هر هفته یعنی آدم کلن آدم هفتگی منظمی نیستم. توی ایرانم بودم همینجوری بودم، یعنی مثلا یه زمانی من از ماشین لیزینگ گرفته بودم 2 ماه 3 ماه قسطشو دادم، 3-4 ماه قسط دادم، سر ماه یه دفعه میشد 1ام مثلا من 30ام میدادم، یه دفعه شد 25ام، یه دفعه شد 5ام ماه، اصلا سر موقع کارامو انجام نمیدم. آدم این روحیه ام اینطوری نیست. واقع فهمیدی هم خیلی بنده خدا قر میزدم و اینا که دیگه آخر سر خسته شد دیگه، واقع دیگه هفتگی من نمیتونم بیام، واقعا خیلی برام سخته هفتگی. اما واقعا به دنبال این هستم که تو تلویزیون خودمون شاید مثلا هر 2 هفته یه باری اینها مثلا یه باکس نیم ساعته، یه باکس 1 ساعته با یک فرم جدید، با یک شکل جدیدی، یک تهیه کننده که بیاد یک برنامه ای رو درست بکنه، یک باکسی رو در بیاره که بشینیم با هم 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره راجع به مسائل سیاسی، مسائل روز صحبت بکنیم. و خودم دوست دارم تو حتی تو اون تلویزیونم کمترین حضور رو داشته باشم، حداقل حضور که مردم نه خسته بشن نه اینکه خودم حالا موظف باشم هر هفته یادم مجبور سری صحبت ها بکنه همه بهش میشه و اینا، بهتره من پشت باشم، پشت پرده کار رو انجام بدم. مطلب دیگه هم در خصوص این که خیلی از دوستان پروفایل برنامه های خودشون رو میفرستن برای ما، میخوان به یه طریقی با آمد نیوز همکاری داشته باشن. واقعیت امرش اینه که دوستانی که در ایران هستن خیلی هم
من هم صداشون خوشم اومد، هم برنامه‌ای که برای ما ارسال کردن، ولی یک مقدار گرفتن ویزا برای این عزیزان سخت هست. میشه تا حدودی ما به عنوان مثال یک یا دو نفر رو بتونیم به عنوان مجری از ایران دعوتش کنیم برای استرالیا، ولی واقعیت امرش صادقانه اگر من خدمت دوستان بگم اینه که خیلی سخته برای گرفتن ویزا. ما ترجیحاً دوست داریم که کسایی که در خارج از ایران هستن که برای گرفتن ویزا ما مشکل مواجه براشون نشیم در خدمتشون بشیم، که اونو طبعاً آقای دکتر زهره‌بندی خودش یک اپلیکیشنی رو، برنامه‌ای رو براتون میفرسته. اونایی که دوست دارن درخواستی داشته باشن میتونن به اونجا مراجعه بکنن و اون هیئتی که بررسی میکنه افراد و خودشون نظر رو کتبی به دوستان اعلام میکنن. آیزم یکی از دوستان سوال آخر رو پرسید که برای خودم هم جالب بود، این بود که آیا میدونستین پرسپولیس قهرمان شده و آیا شما پرسپولیسی هستید؟ من اون موقعی هم که من پدرم موقعی که ایران بودم، یعنی توی اون حوزه هنری که بود اونجا، دو سال فکر میکنم که سهام پرسپولیس رو حوزه هنری خرید و قرار بود که این تیم رو توسعه بدن، تحول بدن. حتی تو نظرش بود که مثلا برند پرسپولیس رو بیاره توی لوازمی که مردم دارن میخرن، مثلا بیاد به کارخونه سفارش بده یخچال مثلا با برند پرسپولیس بفروشه به مردم، یعنی یخچالی با برند مثلا ماشین لباسشویی پرسپولیس، یا مثلا نمیدونم، یعنی تو این فضاهای تحول اقتصادی و تحول ساختاری باشگاه و اینا تو نظرش بود. من خودم از اول استقلالی بودم، الانم مشخصه کاملا، و اصلا با پرسپولیس میونه خوبی نداشتم، اما الان دیگه از اون فضاها، یعنی من حتی تا یادمه اون موقع بنده خدا، خدا رحمتش کنه، ناصر حجازی، چند سال قبل از این که فوت بکنه، تقریبا میکنم 10 سال قبل از این که فوت بکنه، خونه شون توی تپه شمس‌آباد بود، فکر میکنم الان هم همونجاست، که یه کوچه بود که بالای پارک، یه پارکی بود توی تپه شمس‌آباد، همون از اول که میام پایین نرسیده به میدون ملت، خونه شون اونجا بود. میومد با آتیلا دنبال من، یعنی منم خب خونمون نزدیک بود، با آتیلا میومدن دنبال من، با همدیگه ستایی با هم میرفتیم ورزشگاه مرغوب کار که تو نازی آباد بود، اونجا من جوانان استقلال بودم، که یادم داداش مهدی پاشازاده هم بود اون موقع. خیلی فوتبالیست هم بودی؟ من خیلی فوتبالم خوب بود، داره فوتبالیست خیلی خوبی بودم، تا تیم جوانان استقلالم رفتم، منتها ولی شیطون اون موقع گولم زد. اون موقع تازه شروع کرده بودم مثلا روزی یک دونه سیگار میکشیدم. بعد ناصر جازی بنده خدا، خدا رحمتش کنه، میگفتش که بعد دور این زمین بدوی، یعنی میگفت قبل از اینکه ورزش کنی بعد 5-6 دور دور اون زمین مرغوب کار، زمین بزرگی هم، و بود دوی که گرم کنی. من یه 3-4 دوره که میرفتم دیگه این زبونم بیرون بود، یعنی تا دیگه نمیرسیدم به بعدی. ولی اولین بازی، یعنی توی گل کوچیکم که بازی میکردم، اولین مربیم هم اسقر حاجیلو بود، یعنی بهش میگفتم عمو اسقر. به من اسقر حاجیلو میگفت تو یه روزی میشی رئیس جمهور. بعد من میام بگم رولا من همونم و اسقرم که مثلا با ها دوست بودم و اینا، که تو مثلا ما خیلی با هم دوست بودیم، یعنی با بچه های و همین مربی های استقلال، آقای حجازی خدا رحمتش کنه، آتیلا پسرش، یا آقای حاجیلو که خیلی عزیز من بود و اصلا حکم پدری داشت به من، اینقدر ما همدیگر عشق و عاشقی دوست داشتیم، یعنی اصلا به من یاد داد چجوری باید فوتبال بازی بکنم، چجوری باید چوت بزنم، چجوری باید دریبل بزنم اینا رو. ولی از اول که بابا من پرسپولیس رو، یعنی حوزه هنری که پرسپولیس گرفت، ما با هم خونه کلکل داشتیم دیگه، یعنی بازی استقلال پرسپولیس میشد یا من حالم بد بود یا اون حالش بد بود، چون بالاخره یکی یا میباخ یا بالاخره چیز میشد دیگه، مساوی میشد و ما کلکل داشتیم با هم. من خودم اولین بار واقعا اینو به دوستان صادقانه میگم که اولین بارم اصلا دونستم که روح لازم استقلالیه. من نه خودم طرفدار تیم
نفت مسجد سلیمانم، بعد از اون بله استقلال هستم و آرزومیه که یه روزم تیم نفت مسجد سلیمان قهرمان لیگ برتر بشه. یکی از آرزوهای ما داره. خب رولا من نمیگم رئیس جمهور میشم، الان اینجا دوستان یه سری‌ها دارن می‌نویسن رئیس جمهور نمیشه. من صحبت آقای حاجی‌لو رو نقد کردم که میگفت یعنی تو بچگی بود، بالاخره 15 سالم بود 16 سالم بود اون موقع. من یادمه بابام اصغر حاجی‌لو اونجا تو حوزه هنری کار میکرد. حالا من اینم بگم و بعد تمومش کنیم. موقعی که میرفتیم با هم تمرین، خب میرفتیم زمین بزرگ تمرین میکردیم و پدر من نمیذاشت. یعنی یه دفعه اصغر حاجی‌لو منو قایم کرد تو صندوق عقب ماشین، بعد برد منو تمرین. بعد که برگشتیم با اون گفت کجا بودی؟ یا گفتم رفته بودم دیگه، مجبور شدم دیگه، گفتم فوتبال بودم و اینا. بعد اصغر حاجی‌لو توبیخش کرد، توبیخ اداری کرد که چرا مثلا فلانی. خب اون موقع فکر کنم اصغر حاجی‌لو مربی استقلالم بود همزمان دیگه، توبیخش کرد و دیگه. ولی این آدم پای من وایساد دیگه، تا منو فوتبالیست کرد و تا چی کرد دیگه، اومدیم بیرون دیگه وضعیت عوض شد. ولی این حرفایی که زدم حرف آقای حاجی‌لو بود، حرف من نبودش که رئیس جمهور میشی و اینا، این حرف من نبود. من همین به خبرنگار بمونم کافی. یه مطلبی رو من اضافه بکنم به آخر برنامه. یه سری از دوستان یه سوالاتی از من پرسیدن، چون که اون سوالات سوالات بسیار چالشی بودن و دوستان اپوزیسیون خارج از کشورم میدونن طبعا من دوست دارم بین بچه‌های خارج از کشور اتحاد به وجود بیاد. اونم سعی کردم من از آقای زم سوال نپرسم، ولی ما امیدواریم که با دیدی که خوبی که من از آقای زم سراغ دارم، رولا میگه که در تلویزیون آمد نیوز به روی همه بازه، حتی اونایی که باش مخالف هستن. اینو من یادآوری میکنم، ما دوستدار همه دوستان ایران هستیم. امیدواریم روزی هممون در کنار هم در ایران سالم و پرنشاط باشیم. به آینده من بسیار خوشبین هستم، فکر میکنم بهار نزدیکه. رولا شما چی فکر میکنید؟ منم فکر میکنم آزادی مردم نزدیک، حداقل این فشارهایی که وجود داره بسیار کم میشه. نظام الان توی مرحله ایه که توی دو سه ماه آینده باید انتخاب بکنه که جنگ اگر بکنه که باید بره کلن، مذاکره هم بکنه که همه چی به نفع مردم تموم میشه، چون شرایط بین المللی شرایطی است که جمهوری اسلامی الان بخواد حرف خودش رو تحمیل بکنه. اما احتمالی هم که وجود داره واقعیت اینه که باید به مردم گفت، یعنی نمیتونیم مخفی بکنیم. هر لحظه امکان جنگ وجود داره، هر لحظه امکان حمله بین المللی به ایران وجود داره. الان پرونده کشتی هایی که تو فجیره زده جمهوری اسلامی از طریق قواس زدن، یعنی قواس فرستادن رفته اونجا زده، این پرونده رفته شورای امنیت سازمان ملل، ممکنه شورای امنیت به این اجماع برسه با خروج ایران از بغداد، به این اجماع برسه که به جمهوری اسلامی حمله بکنه. هر لحظه امکان همه گونه تحولی هست. ما سعی میکنیم این تحولات رو توی آمد نیوز اگر تونستیم به صورت مکتوب به مردم بدیم، اگر نه که با تشخیص شما و تشخیص مردم بالاخره پیام هایی که میاد اینها رو جمع بندی میکنیم و میایم حالا یک برنامه دیگه. حالا که مردم بی اطلاع هم نباشن، یه سری چیزا رو نمیشه مکتوب هم نوشت، بیان اینا رو توی برنامه ها بگیم به مردم. اما یک نکته که اینجا شما اشاره هم کردیم، من میخواستم تکمیل بکنم، واقعیت همینه که برای تلویزیون ممکنه یکی دو نفر رو بتونیم از ایران بیاریم به اسم تلویزیون، اون هم باید افرادی باشن که خیلی خاص باشن، یعنی هم صدا خاص باشه هم تصویر خاص باشه، یا یک هنری داشته باشه که توی استرالیا این هنر وجود نداشته باشه که ما بتونیم بهش استناد بکنیم بگیم این افراد توی استرالیا وجود نداره و ما احتیاج داریم بهش. ترجیحمون اینه که از نیروهای محلی، از نیروهایی که توی اروپا وجود دارن، از نیروهایی که توی امریکا وجود دارن یا توی کانادا وجود دارن، اینها رو بتونیم دعوتشون بکنیم که بیان توی تلویزیون حضور داشته باشن. مجریان و اینها هم که با تصمیمی که شما گرفتید و من گرفتم و آقای دکتر زهره بندی گرفتن، قرار شد که همه رو ترجیحاً خانم بذاریم، که یعنی افرادی که بتونن تسلط حداقل اطلاعات عمومی رو داشته باشن. بالاخره قراره بیاد جلوی تلویزیون صحبت بکنه، قراره بیاد بالاخره اطلاعات عمومی باید داشته باشه، اینها همه باید تست بشه که اونها رو
توی اون مراحل اداری و استخدامی که اونجا داریم یا گزینشی که اونجا داریم با هم دیگه انشالله بهترین افراد رو انتخاب میکنیم برای تلویزیون. خب اگر اجازه بدین ما برنامه رو به پایان برسونیم. امیدواریم که برنامه بعدی با آقای زم داخل قاب تلویزیون با شما صحبت بکنه و این ندید رو ما میدیم. سوالات خیلی تکراری هستن، دوستان سوال میپرسن برای افتتاحیه تلویزیون. در حال حاضر ما مذاکره در کار با دریملند هستیم، به امید به زودی یه امیدهای بسیار خوبی و یه نویدهای بسیار خوبی ما از طریق دوستان به شما خواهیم داد. رولا من با خداحافظی میکنم، امیدوارم هر جا که باشی پاینده باشی و همیشه خندان و اخبار دقیق رو به مخاطبات بتونی برسونی. انشالله. منم تشکر میکنم از شما، از مردم عزیزمون که تحمل کردن و اگر دوست داشتن این لایف رو میتونن شیر بکنن. البته فایلش الان با هماهنگی که اونجا تو تلویزیون دریملند انجام شده در اختیار ما قرار میگیره که ما توی آمد نیوز منتشر بکنیم و بقیه مردم هم ازش مطلع باشن. من همه عزیزان رو به خدای بزرگ واگذار میکنم، شما رو هم همینطور. مواظب خودتون باشین، اون ساختمون تلویزیونی هم که الان توش نشستین رو خیلی ازش مراقبت کنید. حتما. پاینده ایران. قربان شما. خدا نگهدار. اپلیکیشن دریملند در هر کجای دنیا که هستید با ما همراه باشید. با دریافت نوتیفیکیشن از شروع برنامه‌های پرمخاطب مطلع شید. از بین پلیلیست‌ها برنامه مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و از پخش زندگی فوتبال، تماشای برنامه‌های تولیدی دریملند و فیلم‌های سینمایی لذت ببرید. اپ دریملند رو از آیتیون و گوگل پلی به راحتی می‌تونید دانلود کنید و به جمع دریملندیا بپیوندید. برای ما دریملند سرزمین رویاها.